اگر کسی قند خونش بالا باشه برای پایین آوردنش چه چیزی میتونه مصرف کنه؟ اوکی چشم، مرسی، خیلی ممنونم، متشکرم. خواهش میکنم. خب برای استرس چیکار باید کرد؟ برای استرس خب باید اولا بتونیم ما با استرس کوپ کنیم. این خیلی مهم هست که بتونیم میشینیم مدیتیت بکنیم و خب این از همه مهمتره. ولی خب داروهایی که میتونیم به صورت گیاهی استفاده کنیم برای استرس، یکی پشن فلاور هست که فارسی بهش میگیم پاسیفلورا، والریان هست، این دوتا واقعا خیلی خوبه، یا اسکال کپ. این سه تا دارو رو میتونید شما استفاده کنیم برای که بدنتون ریلکس بشه و بتونیم با استرس مقابله کنیم. کسانی که قند خونشون بالا هست، برای پایین آوردن قند خون خب خیلی کارا میشه کرد. یکی از اینها میتونه شما از تخم شنبلیله استفاده کنین. تخم شنبلیله رو بهش میگن فنوگریک سید، در اینجا مغازهای هندی مخصوصا میفروشن، بهش میگن متی سید، و به صورت پودرش هم میتونین بگیرین. یه قاشق پودرش مثلا بریزین رو زبونتون با آب بخورید، این خیلی کمک میکنه که قند خون پایین بیاد. گیاه دیگری که میتونی استفاده کنی بهش میگن بیتر ملون. بیتر ملون درست مثل خیار میمونه، یعنی یه ذره کم رنگ تر از خیاره، و اگه برش طولی بهش بدین دونه هایی میبینین، دونه های قرمز رنگ یا دونه های سیاه رنگی داره، خیلی خیلی تلخه. ولی خب این هندی ها و مخصوصا مردم جزایر، این سیاه ها، این رو معمولا میپزن و میخورن مثل بادمجون، و تلخیش رو میتونین به این صورت بگیرین که توی آب نمک بذارین، شب خیسش کنین، توی آب نمکی بذارین، تلخیش از بین میره. اینو میتونین با آبش بگیرین، با آب کرفس مثلا بخورین و این قند خونتون رو پایین میاره. بفرمایید. خوش بگم. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. میبخشید مزاحم وقتتون. خواهش میکنم، بفرمایید. چه سوال داشتم؟ بفرمایید. من گوشی دستم هست که فقط جواب شما رو بگیرم. خواهش میکنم. یکی در مورد شیر بادومه. بله. که این قوطیایی که شیر بادوم رو توش میریزن از آلومینیوم ساخته شده. بله. با توجه به اینکه شما اون در گذشته فرمودید که ظروف آلومینیوم رو به طور کلی استفاده نکنی، من می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه این درونش یه لایه آلومینیوم داده، ما باید چیکار کنیم؟ بسیار خوب. یکی دیگه هم، اگر ما گردو رو توی آب بریزیم، اون خواص گرمی بودنش از دست میره یا خیر؟ چشم، متشکرم. یکی هم اینکه در مورد مواد ارگانیکه که میخواستم ببینم آیا این مواد ارگانیک هم ما باید استریل بکنیم یا خیر؟ متشکرم. خواهش میکنم، مرسی. قربانتون. بله. خب بله، کاملا شما صحیح میفرمایید، و همونطوری که قبلا من گفتم، هر چی که آلومینیوم داره شما به هیچ وجه نباید استفاده کنید، و شیر بادوم هم اگر در قوطی‌های آلومینیومی هست به طور کلی نخیر، نخرید، و سعی کنید که با شیر بادومی رو بگیرید که بهش توی اولا توی پلاستیک هم حتی نباشه، توی چیز ظروف کاغذی باشه و کوت آلومینیوم هم نداشته باشه. و حتی براتون گفتم که به هیچ وجه شما از پلاستیک هم نباید استفاده کنی، یعنی اگر که این من شیشه های آب رو که میبینیم باید شیشه باشه، در آب هم باید در شیشه ریخته باشن. الان البته خب به دلیل ارزونی قیمت اینا الان همه شیشه ها پلاستیک، یعنی توی آب رو توی پلاستیک میریزن، شیشه های پلاستیکی به قول خودمون، ولی اینها کاملا غلطه و اینها همه لیچ میکنه توی آب، و هیچ وقت آب رو در باتل های پلاستیکی نخرید به هیچ وجه. حتی رستوران هم که میرین بگین که برای ما وقتی که میخوای آب بیاری آب باید توی شیشه باشه. و البته شیر بادوم اگر پیدا نکردین، شیر بادوم خیلی ساده است، خودتون درست کنین. بادوم خام رو بگیری، خیس کنین، شب صبح یه ذره اگه برای بچهای کوچولو هست بپزینش، اگه واسه خودتون هست، بچهای بزرگ هست به هیچ وجه پختن نمیخواد، پوستشو بگیرین بریزین تو بلندر، آبم بریزین روش و بذارین بچرخه، میشه شیر بادوم. خیلی هم خوشمزه، هر چی هم دوست دارین روش بریزین. گردو توی آب که می‌ریزین نخیر، گردو برای اینکه تانن زیادی داره و توی آب وقتی می‌ریزین اون تاننش رو از دست میده یه مقداری، و بنابراین به هیچ وجه هیچ خواصش رو از دست نمیده و گرمی بودنش رو یک مقداری میشه گفت از دست میده، به دلیلی که اون که تاننش از دست میره. و تمام بارها من گفتم براتون، تمام ناتسا و تمام لگیوم ها مثل لوبیا و نخود و اینا باید شب خیس بشه. دلیلش خیلی هم مهمه، که یکی از این دلایلش هست که اینا فایریک اسید داره و این فایریک اسید باید از بین بره، اگر نه نمیذاره که مقدار کلسیوم و مگنزیوم
بادوم و تمام ناتها و بقیه جذب بدن بشه. و دوم هم آنتی انزایمش باید، آنتی انزایم داره که بود، آنتی انزایمش هم باید از بین بره. این دوتا، این که خیلی مهمه که اولا تمام ناتها خام باشه که میخورید، و حتما حتما باید شب خیسش بکنید، حتی پستر هم باید میتونید یه نیم ساعتی خیس بکنید که قابل هضمش بهتر بشه. مواد ارگانیک ضد عفونی کردن واقعا نمیخواد، به دلیل اینکه همونطوری که داریم میگیم این ارگانیکه و از مواد شیمیایی ازش استفاده نشده، و بنابراین علت، البته من فکر میکنم که همه اینا باید کاملا شسته بشه، و ولی خب به اون صورتی که شما میفهمید ضد عفونی بکنین و اینها. البته ضد عفونی کردن از این نظر میخواد که به طور کلی اینا گهگاهی، نه فرق نمیکنه ارگانیک باشه یا غیر ارگانیک، اینها چون با خاک آلوده میشه معمولا اینها پارازیت داره سبزی ها و انگل ممکنه داشته باشه روی این هست که باید به طور کلی خیلی خوب شسته بشه. و یا البته اگر دلتون بخواد ضد عفونی هم اسمشو بذارین، باید ضد عفونی هم بکنینش، به دلیل اینکه باید اون پارازیت و انگلش از بین بره. بفرمایید، خواهش می‌کنم رو خط هستید. ممنون. بفرمایید. بفرمایید سوالتون رو، خواهش می‌کنم. سلام بر شما. خسته نباشید آقای. متشکرم، مرسی. آقای دکتر من مزاحمتون شدم. من الان تقریبا در حدود یک سال شاید بیشتر روی دستام یه دونه های ریز میزد، مثل جوش های ریز، و این الان زیاد شده. این خیلی خارش و سوزش داشت، یه حالت پر شد. رفتم دکتر، تا وقتی کورتون هست بتامتازون میزنم اینا فروکش میکنه. الان جدیدن به مدت یه دو ماهی هست تو صورتم و زیر گونه ها و زیر گوشم و زیر چونم همه پر شده، جوریه که خیلی میسوزه، میخاره، ملتهبه. دارو گرفتم، استفاده میکنم، هیچ فایده ای نداره. این را هم بگم، من تقریبا یه 3-4 سالی بود که انگشت پام فارش داشت شدید. یه مجبور شدم پارسال تقریبا یک سال و نیم یه قرصی برای یه ضد قارچ بهم دادن، به مدت 6 ماه هر روز یه دونه میخوردم، به نام پریبینافین بود. این رو میخوردم، میخواستم ببینم آیا این اثرات مال اون دارویی که میخوردمه یا این یه ناراحتی پوستی ساده است یا مال کبد و کلی است. تو من الان تقریبا یه دو ماهی هم میشه که معدم اصلا خوب کار نمیکنه. باید هفته یک بار خیلی به سختی رو از لحاظ سالاد میخورم، روغن زیتون، حتی انجیر خشک، انجیر تازه و هر آلو گرفتم، ولی هیچ جواب درستی به نداده، حتی معده‌ام درست کار نمی‌کنه. خواستم از شما راهنمایی. خواهش میکنم. چشم، مرسی. من از تلویزیون گوش کنید. بله، مرسی. بله، خب این خودتون واقعا گفتین که دلیل این که این خارش و سوزش در صورتتون هست و اینها چی هست؟ دلیلش هم این است که بعد شما قرص ضد قارچ، متاسفانه من نمیدونم چرا این قرص ضد قارچ را دکترها اصلا تجویز میکنن، به دلیل اینکه این قرصی که از بدترین چیزها برای مردم هست و کبد رو واقعا از کار میندازه و کبد رو خیلی اذیت میکنه. و حتی خب بعضی از دکترها هم میگن که خب این قرص رو که میخوری برگرد بی آزمایش آنزیم کبدی بده، و خیلی هم اصلا نمیگن و خیلی هم اصلا کر نمیکنن. بله، این بیشتر مال اون قرص هست و عوارض اون قرص. متاسفانه شما کبدتون واقعا خوب کار نمیکنه، برای اینکه این قرص ضد قارچ خیلی اثر رو کبد میذاره. کاری که شما میتونین بکنین این هست که باید حتما یه دارو بخورین، کبدتون رو اول تمیز بکنین تا اینکه اون خارش و سوزش صورت و اینا از بین بره و لکه ها. این لیووتاکس رو بگیرین و بخورین، شاید احتیاج داشته باشین 2-3 ماه لیووتاکس رو بخورین تا اینها از بین بره. و ضمناً گفتین که یبوست دارین و حتما باید یبوست برطرف بشه. البته اگر با اون غذاها برطرف نمیشه، کولون کلینسر از آفیس من بگیرین و شبیه هر چند تا که احتیاج دارین بخورین تا اینکه کاملا یبوستتون از بین بره و این مواد سمی کم کم از بدنتون خارج بشه. بفهمید خوش بگم. سلام بر شما، متشکرم. آقای دکتر من رژیم خواستم درجه به تپش قلب شما تجویز میکنید. در تپش قلب؟ بله، قلبم تپش داشته. البته آزمایش قلبی انجام دادم، چیزی نبوده قبلا، ولی دیشب خیلی تپش داشت قلبم.
بعدم میخواستم بیدم برای حافظه شما چیزی دارین من ارگر بدم برای حافظه؟ بله، من چون کندر گرفتم دوست نوشته بود که خوردنی نیست حالا از ایران هم. بله چشم نخوردم. بله بعد دیگه برای تمیز کردن کبد هم میخواستم لطف بفرمایید. من تلویزیون ندارم، شما تلفن شما رو دارم، میشه پای تلفن گوش کنم؟ بسیار خوب، متشکرم، اشکال نداره. خیلی ممنون. بله، در مورد تپش قلبی چند تا داروی گیاهی هست که خیلی خوب کار میکنه. یکیش والریان هست که همون سنبل تیپ خودمون هست و میتونین والریان رو به صورت تینکچر بگیرید، چند قطره بریزین، با آب قاطی کنین و بخورید، یا اینکه خود والریان یا همون سنبل تیپ رو دم کنید و بخورید. در مورد حافظه که فرمودین، کندر واقعا خوبه، کندر خیلی چیز خوبی. البته ما قرص برای حافظه داریم، میتونین اوردر بدین، ولی در مورد کندر که شما گفتین روش نوشته خوردنی نیست، کاملا صحیحه. برای اینکه کندر چند نوع هست، نگاه کنین، کندر سمق درخته، همینطوری که این سمق درخت از اون بالا میریزه پای درخت جمع میشه، خب مسلما خار و خاشاک در پایین درخت هست و خب یه مقداری که با خار و خاشاک کاملا مخلوط میشه و اون دیگه واقعا قابل خوردن نیست، کاملا صحیح. ولی یه مقداری از این کندر رو اگر که زیرش معمولی چیزی بندازن، یا اینکه اون کندری که بالاتر قرار گرفته و کاملا زرد رنگ هست و هیچ خار و خاشاکی هم توش نداره، اون رو وقتی جدا میکنن، این کندر هست قابل خوردن، این کندر خوراکی به اصطلاح، این نوع خوراکیشه و بنابراین شما میتونین کندر نوع خوراکی را به اصطلاح بگیرید و خب پودرش بکنید و بخورید، اینم میشه استفاده کرد. ولی به هر صورت بله، قرص حافظه هست، اگه خواستین سفارش بدین و برای کبد هم بهترین دارو همون لیووتاکس میتونه باشه که بتونه باشه. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. بفرمید. خواهش میکنم. الو جانم، بفرمید. الو بله بفرمید. شب بخیر. شبتون بخیر، بفرمید. آی دکتر، من دو سال یه خلطی توی گلوم گیر کرده. آها. چند دفعه هم رفتم آزمایش کردم، گفتن چیزی نیست. بله، ولی این هم میاد بالا، نمیتونم میبخشید بندازمش بیرون. بله بله، خیلی اذیت هم میکنه. بسیار خوب، چشم براتون توضیح میدم. آزمایش هم کردم، چند دفعه آزمایش کردم، گفتن چیزی نیست. بله بله بله، یه قرص هم دادن، گفتن اینو بخور سه ماه، بعد از سه ماه خوب میشه. بله، ولی خوب نشدم. اوکی چشم براتون میگم. من میتونم از تلفن گوش کنم؟ تلفن گوش کنید. هوا خرابه. بسیار. شما کجا هستین؟ نیویورک هستین. نگاه کنین، معمولا خب این خلط که ایجاد میشه دلیلش غذاهایی هستن که ما میخوریم. یکی از غذاهایی که شما نباید به هیچ وجه بخورید لبنیات هست. لبنیات رو کاملا باید از برنامه غذاییتون حذف بکنید. یک. دوم، یه مدتی هم نون گندم و نون جو هم نخورید، این دوتا را، یعنی نون به جاش نون اسپلت یا نون میلت بگیرید بخورید و این خلط رو از بین میبره. اگر که از بین نرفت بعد از یکی دو هفته، شما یه داروی ما داریم به نام میوکو استاپ، این بسیار واقعا داروی عالی هست و این رو بگیرید، از آفیس من سفارش بدین و بخورینش، این کاملا این خلط را از بین خواهد برد. من میتونم الان سفارش بدم؟ الان که من تو تلویزیونم، شما باید فردا زنگ بزنید به آفیس و سفارش بدید. خدا نگهدارتون باشه. میوکو استاپ. بله. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. میفهمید خواهش میکنم. الو بفرمید. الو بفرمید. الو قطع شد. بسیار خوب. بله بفرمید. الو میتونم رو خط باشم؟ خواهش میکنم بفرمید، سوالتون بفرمید. شبتون بخیر. شب بخیر. دکتر خسته نباشید. متشکرم، مرسی. بخشی من عمم سیاتیک دارن. عمل سیاتیک؟ بله سیاتیک دارم و خب. درد شدیدی توی کمرشون احساس میکنن، میشه کاری کرد دکتر؟ بله چرا نمیشه، چشم براتون توضیح میدم. اگه راهنمایی بفرمایید یا داروی چیزی بیاد بگیرن ما اوردر بدیم از آفیستون. چشم. بله خب، میدونین که درد سیاتیک به طور کلی، درد عصب سیاتیک دردی است که از کمر به طور کلی وقتی که یکی از ورتبرا یا هرنیت میشه، یا اینکه دیسکش از بین میره یا دیسکش لیک میکنه، این
عصب رو پینچ میکنه و یه خوبی عصب چون که میاد پایین و بالاخره به روی عصب سیاتیک